به نام و یاد خداوند یکتا و به همتا. بیننده های ارجمند برنامه صبح و زندگی تلویزیون آریانا سلام، خدا کنه صحتمند باشین و هفته روان را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. امروز 12 میزان است و آنچه سخنگوی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان یادآور شد در برنامه با همکارانم در استودیو صبح و زندگی، گفتند که در 12 میزان یا امروز رسما تمام مکاتب افغانستان رسما شروع شد، آغاز شد و شاگردا از صنف اول تا صنف 12 میتونن به مکتب برن و به درسهای خود ادامه بدن. من در جای آمدم که حدوداً 2 پیشتر یک دفعه دیگه هم آمده بودم و گزارش ساختم، مگرم مردم بازم به من خبر دادن، گفتن گوش شنوا نیست، گوش ها نمیشنوه و یا کدام مشکل وجود داره. اگر مشکل وجود داره بیاین یک بار دیگه گزارش بسادین، ممکن گوش ها چه میگن دوا شده باشه یا درمان شده باشه، دوباره آل شنوا باشن و ببینن که پیش لیسه ابیبیا چی مشکل وجود داره. مشکل چنین مشکل است که کتاره ها ساخته شده بود کنار سرک دارلمان و پیاده رو لیسه ابیبیا را با هم وصل میسازه و این کتاره ها به خاطر گرفته شده، شاگردایی که پیاده رخصت میشن و یا دوباره پس میرن به داخل مکتب، این کتاره ها مانع ازی شوه اگر کدام موتر انحراف میشه از سرک به طرف پیاده رو میایه، بالاخره مانع موترا شوه. شما میبینین که کتاره ها در چه وضعیت است، به چه حالت به سر میبرن. او زور منم میرسه که میره بلند بکنم. نه تو بولتایش کشیده شکایت داشتیم و در گزارش قبلی یا 2 پیشتر تمام موضوع ما یادآور شدیم که نه تو بولت و همه چیلش بردن. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.